د وخر زوره ل زخمونو د قربان سم ستا د محبت پر شام سلزل بریان سم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. بینندای عزیز السلام علیکم، آرزو دارم هر جایی که هستین شاد و سر حال باشین. خوشحال هستم که یک بار دیگر با شما و با یکی دیگر از برنامه های شاروالی کابل هستم. بارش باران در کابل زیبایی می آفریند، اما در کنار خلق زیبایی بارش باران مشکلات و دشواری های زیادی را نیز در پی دارد. زمانی که بارندگی آغاز می شود، آب بر روی سرک ها و دیگر نقاط شهر تجمع می کند و رفت آمد برای شهروندان دشوار می سازد. در نقاط بیرون از کابل نیز بعد از بارندگی سیلاب ها سرازیر می شود و مردم را با مشکلات زیادی مواجه می ساخت و مردم در ترس و هراس زندگی می کردند. شاروالی کابل با درک این موضوع دست به احداث کانال های مختلف در نقاط مختلف شهر زد که می توان از کانال جبارخان، کانال پروژه امنیت و دیگر کانال ها نام برد. ما امروز آمدیم تا از باشنده هایی که در اطراف این کانال ها زندگی می کنند پیش از احداث این کانال ها چه مشکلاتی داشتند و اکنون که از چند روز بدین سو بارندگی در شهر کابل آغاز شده مشکلاتی دارند یا خیر، برنامه برای شما عزیزان داشته باشیم. آرزو دارم تا اخیر ما را بیننده باشین. ستا تاریخ برنکن پا غیرت دا احمد شازد بلد میرویس خان و غزد. کانال جبارخان یکی از کانال های بسیار مهم و اساسی است که توسط شاروالی کابل ساخته شده. پیش از این که این کانال ساخته شده مشکلات و دشواری های زیادی در این منطقه وجود داشت و مردم را درگیری زیادی ساخته بود. خواستیم نظر چند تن از باشنده هایی که در کنار این کانال زندگی میکنه یا کسب و کار داره نظرشان با خود داشته باشیم که پیش از اینکه این کانال ساخته شوه چی مشکلاتی وجود داشت. السلام علیکم برادر، خوب هستی؟ خوب هستی سر چم، خوب است، بخیر هستین، خوش آمدین، سلامت باشین، منطقه ما صفا آوردین، بخیر باشین. خدا معرفی بکن. من محرم علی ولد دولت حسین باشنده امزی زیر شرک اجنبی مربوط کانال جبارخان میشه. کسب و کارم همیجا هست؟ دکان 11 سال شده همیجا، سابقه کاری ما همی 11 سال 12 سال میشه، باشنده همینجا هستم و دکان ظرف کرایی دارم، ما در خدمت هستیم. بدر پیش از اینکه شاروالی کابل اقدام بکنه این کانال را بسازه چی مشکل وجود داشت؟ زمانی که بارندگی آغاز میشد و سیلاب سرازیر میشد چی مشکل بیجه به وجود میامد؟ ولی مشکل مردم زیاد است، مشکل مردم از این مربوط سیلاب زیاد بود. در قسمت اونجا یک فرونه رو برد، مربوط نانبای میشه، 8 تا کپسول از این نانبای برد، دگدانای مرم برد از اینجا. اون قسمت میبینین تا اون قسمت او بود. خب امی آور که میشد، مثلا باران که میشد، این مردم کلش تکان میخورد که حتما سیلاب هست، ترس زندگی میکرد، ترس لرس هست. این حال فضل خدا در کمک امزی شاروال صاحب که این کانال که جور کرد بس سانتی 80 سانتی یا یک متر بالا نامد، این مردم خیالش راحت شد. خب فقط اساسی خوب سیه جور کرده، وقت مشکل مردم در این امزی اینجا حال فعلا رفت شده دیگه تا این قسمته که اینال تکمیل تا آخرش هم نشده که آخر کانال جر جبارخان عمومیش که تکمیل شد بیخی دیگه بازوی مردم راحت و شاید آرام باشه. تا اندازه زیادی مردم بعد از ساخته شدن کانال زمانی که چندین روز بارندگی هم آغاز شد کدام ترس از سیلاب نداشت؟ نه نه نه، شخصا که خودم بود همین که سیلاب میشد یا مثلا بارندگی شدید میشد، ما دگدانا و سماد و دگ و کل چیزا خود در داخل دکان قلف ای آجی بلالی میگه این صاحب دکان ماست، حتی ایت سیل آمده بود که این خانه خود تخلیه کرده بود، در موتر کلان فرار کرده بود، در او بغل خود کش میکرد، یا ما میتر بود اونو خانه ما میتر بود اونو چیزایی تا کویر که دیدی تا اونو قسمت او بود. این حال فضل خدا یکش نم برای فقط میگه سنگ نام خدا، نام خدا خلاص بس گپ نیست. فضل خدا در کمک هم شاروال صاحب که مثلا در خدمتی که در این مردم کرد، این حال این مردم از مشکلات خیلی رنج می برد، واقعا در هر کس همینجا در جنجال بود، حال فضل خدا آرام بغم هیچ گپ نیست، از مشکل خلاص شدن، از مشکل خلاص شدیم. سپاس از شما، تشکر، سلامت باشی، بخیر باشی، خوش آمدید در این منطقه ما. السلام علیکم برادر، خوب هستی؟ علیکم السلام، صحت شما خوب، بخیر هستین، سلامت باشین. اسم مبارک؟ میرحسین.
باشنده امی منطقه است. باشنده امی منطقه است ما جبارخان. منطقه جبارخان است و کانال هم کانالی جبارخان است. آره. اینه. چطور است این کانال ساخته شده؟ خوب شده که ساخته شده یا نه؟ آه. یک جهان تشکر میکنیم از شهرداری که رو برای ما جور کردن. پیش از این بسیار مشکلات زیاد داشتیم. برای فعلا مشکل مردم یک تعدادش حل شده. یک تعدادش مانده هم در آینده شاید یک همکاری کنه با ما. مشکل یک تعداد حل نشده، زیاد مشکل حل شده، بخاطر اینکه قسمی که دیگه برادرها اشاره کردن پیش از اینکه این کانال ساخته شوه اینجا اصلا کانالی وجود نداشته، یک جوی وری بوده، یک جایی، یک چیزی مثل جوی، جای شیله وری بودی، جوی هم نبود. نه نه، اینجا خود مردم یک تعدادش تا این ساحه را کار کرده بود، از این تعدادش هم شیله بود، از بالاک میامده باید بین آب میرفتی در این روزای بارانی. یعنی مشکلات زیاد وجود داشت. زیاد وجود داشت. فعلا خیلی خوب شده، ساحه، این ساحه خوب شده. یکی کوچه کم مشکلش مانده. چطور از شهرولی کابل به نظرتان کار میکنه؟ توجه داره به مشکل مردم؟ آه توجه کرده. توجه کرده دولت امارات اسلامی خصوصا در این ساحه یه کانال جور شده. خوب شده برای ما. نکیر قبلا هم 10 سال پیش برای ما وعده داده بود که کانال جور میشه. اما جور نکرده؟ جور نکرده بود، نه. سپاس از شما برادر. همچنان از شهروالی کابل هم تشکر میکنیم که یک همکاری با مردم داره. سلام علیکم آجی صاحب، خوب هستید؟ خیر هستیم، قراری است، خیرت دارین، سلامت باشین. خدا معرفی بکنیم به بیننده. اسم ما بستان است. بس... در منطقه زندگی میکنید؟ اطراف کانال است. خانه ما است در نایه 18 است، ایسون نایه 6 است، ایسون نایه 18 است. همین جر دوی طرفش نایه 18 است، این طرفش نایه 6. چطور از کانال، کانال به نظرتان چطور از فایده کرده که ساخته شده به شما یا نه؟ چرا چرا کانال خلق آرام شده. یعنی ما این شب و دین روز امروز یعنی ما بسیار زیاد آمده بود در بینیزی، تقریبا نیم متره و زیاد بود، یک متره بود. یون خلق آرام بود، دیسون هم آرام بود، دیس طرف هم آرام بود، هم نایه 6 آرام بود، من نفوسش هم نایه 18، این طرف نایه 6 است، این طرف نایه 18، همی هر دو نایه خیلی آرام بود خانایش. پیش از اینکه کانال ساخته شود چی مشکل داشت اینجا، چی مشکل وجود داشت؟ خواه مخواه اینجا او طرف میامد که یک دفعه یه نمی جاو رفته بود که منای تاکوی مردم کلی مخلوق اینجا چیردم شهیدی بود بسیار زیاد. اول که نمیگه خانه خود ما یعنی میگه داخل او تراو رفته بود که ما ایران بودیم، خدای چی کنیم مالی خود ما آخر مجبور شد سری بام بالا شدیم، ایشون گذر نمیتونستیم، نه سری بام بالا شدیم، باز فضل خدا او یه ساش خلاص شد، کم شد. حالی که کانال شهروالی ساخته چی گفتنی دارین به خاطر فعالیت ها و کارهای شهروالی؟ راضی هستین؟ چرا راضی نیستیم مالی؟ مقصد دینمی خامه هست، یک ذره او طرف سرکی رفته خامه است، دیگه ایسون که بخی راه شدیم. ایسون یعنی پدروی داره طرف نایه 18، پدروی ما سایز آمده است قبول است، ایسون ما یک موتر رو داریم طرف نایه 6 آلیان، یک موتر رو جور شده، این از شرک گونم تر موتر پایین میشه، این هم ما میشه این میره. ایگه چند روز میشه بارندگی آغاز شده و سیلاب هم میگه از این کانال سرازیر شده. انشالله شما کدام ترس و حراس خونه داشتین؟ نه مهربان خدا، ما بسیار در خوب وجه اینجا و پایین میرفت و در خوب نفرها بودیم، مثلا یک متر او در کانال بود بلندیشه، یک متر او بسیار است، نه یک متر او یعنی بسیار در خوب نظم میرفت پایین. سپاس از شما برادر، سلامت باشین، سلامت باشین. نل دی دا زخمی زخمی و جون چنکورا و وطانا وطانا. تجمع آب بر روی سرک ها و دیگر نقاط شهر کابل به دلیل ریختن زباله ها توسط شهروندان است یا به دلیل نبودی کانالیزیسیون؟ آیا براستی شهروالی کابل مقصر است؟ پاسخ این پرسش را سخنگوی شهروالی کابل میشنویم. بعد از بارش بارندگی زمانی که آب بر روی سرک ها و دیگر نقاط شهر تجمع میکنه و عبور و مرور مردم با مشکل مواجه میسازه، مردم شهروالی کابل انتقاد میکنه. آیا براستی شهروالی کابل مسبب تجمع آب بر روی سرک ها هستند؟ پاسخ این سوال از نعمت الله بارکزی سخنگوی شهروالی کابل میشنویم. السلام علیکم جناب بارکزی، خوب هستید؟ سلام، خسته نباشید، امید که حال شما خوب باشه. یک سلام در خدمت تمام
بینندگان عزیز و همکارای تکنیکی تان عید گذشته همگی بخیر، در خدمت هستیم. سلامت باشین. چرا مردم همواره شاروالی کابل انتقاد میکنه؟ زمانی که بارندگی میشه و آب بر روی سرک ها تجمع میکنه، انگشت انتقاد مردم به سوی شاروالی کابل دراز میشه. سپاس. یک واقعیت است که ما باید را بگوییم، این است که شهر کابل متاسفانه کانالیزاسیون نداره و مسئولیت ساخت کانالیزاسیون قطعا با شاروالی کابل نیست. مطابق به قوانین اداره دیگه مسئولیتی را داره و تا جایی که ما جلسات هماهنگی با اداره مسئول این موضوع داشتیم، اونا دیزاین را تکمیل کردن اما کدام گام عملی بر نداشتن. مبحث دوم، بدون شک شاروالی کابل زمانی که در شهر کابل تمام زیربناها را جور میکنه، متوجه است که زیربنا نباید خراب شود. او که شهر کابل کانالیزاسیون نداره یک بحث جداگانه است، اما شاروالی کابل با تمام امکاناتی که داره، همه جوی ها رو که شما در کنار سرک ها میبینید که فقط به خاطر انتقال آب همه سرک است به کانالیزاسیون، چون کانالیزاسیون نداریم ما با همه جوی ها آب تمام شهر مربوط هستیم مجبور هستیم انتقال بدیم و در این حال همه ساله کانال های استراری میسازیم و تمام راه ها تنها و تنها یک چاره استراری است. به خاطر حل شدن مشکل اساسی بعد به شهر کابل کانالیزاسیون ما داشته باشیم، یک بخش قضیه است. بخش دومش عدم همکاری مردم در بسیار ساحات است. ما بعضی ساحات داریم که خب بخواین نخواین با جوی هایی که در کنار سرک هسته یک ترافیک در قسمت انتقال آب ایجاد میشه، اما آب انتقال میشه، اما زمانی که توسط کثافات جوی ها پر میشه خصوصا پلاستیک بازی مشکل برای ما چندین برابر میکنه. شما میدونین از دو میت به طرف زمانی که باران ها شروع شده، تمام پرسنل زحمتکش شاروالی کابل خصوصا پرسنل محترم تنظیف مصروف پاکاری سرک ها بودن، مصروف پاکاری جوی ها بودن و این عملا ادامه داره و می شکل پیش میره این موضوع را. اما به خاطر که مشکل کاملا حل شود بعد شهر کابل کانالیزاسیونش جور شود و بعد ان شاء الله بعدی مشکل نخواهد داشت. یعنی شاروالی کابل در حدی که مربوط این اداره میشد کارهای خود انجام داده، فراتر از او هم انجام دادیم، اما خب وقتی که مطابق به قوانین ایجاد و اعمار کانالیزاسیون مربوط یک اداره دیگه باشه، چون دیزاین میکنه، کارمند برش داره، با اون باره بودجه میگیره، شاروالی کابل دخالت کرده نمیتونه. اما قرار باش که توسط کابینه محترم و یا رهبری که وجود داره موضوع به شاروالی کابل همراه با بودجه انتقال شه، قطعا قدم های جدی خواهد برداشتیم. همکاری مردم چقدر تاثیرگذار است به خاطر مهار آبهای سطحی؟ یا اینی که آبهای سطحی تجمع نکنه، همکاری مردم چقدر تاثیر داره بالایی مثلا؟ همکاری مردم بدون شک در قسمت پاک نگهداری جوی ها بسیار بسیار میتونه ما رو کمک بکنه. حداقل میتونه که اگر یک جایی 4-5 ساعت آب استاد میشه، نهایتا 1 ساعت 1.5 ساعت آب استاد نمیشه، چون بخواین نخواین این جوی های کنار جاده هسته به خاطر انتقال آب شهر نیست و آب شهر بسیار زیاد از سر جوی ها، به همین خاطر یک ترافیک در قسمت انتقال آب ایجاد میشه. و در کنار این مورد شاروالی کابل ان شاء الله مصمم هست که کانال های استراری دیگه هم جور کنیم. سال هم در پلان داریم، تکرار بر تکرار میگم این فقط به خاطر جلوگیری از تخریب زیربناهای شهری است. چاره اساسی ایجاد کانالیزاسیون به خاطر شهر کابل است. سپاس از شما. مورد بخیر باشید. اور بد جانا ند جنت غدے آباد کلام تا تدرغ کر نیو ہیس وقت فساد. شاروالی کابل به خاطر مهار آبهای سطحی پیش از شروع فصل بارندگی کانال ها، جوی ها و آبروهای زیادی را در نقاط مختلف شهر کابل پاککاری و لوشکشی میکنند و همینطور به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب ها کانال های زیادی را در نقاط مختلف شهر کابل احداث کرده که می توان از کانال جبارخان در ناحیه 13 هم، کانال یوسف ونگی در ناحیه 13 هم، کانال پروژه شهرک امنیت در ناحیه 12 هم و غیره نام برد. همونطور که شما در این برنامه مشاهده کردین، پیش از این که این کانال ها ساخته شود، باشنده هایی که در اطراف این کانال ها زندگی می کردن مشکلات زیادی را تجربه کرده بودند. شاروالی کابل به خاطر برداشتن این مشکلات از دوش شهروندان چنین کانال ها را احداث کرده است. بیننده های عزیز، این بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان. موفق و سربلند باشین. خدای دین و راست از ما شایست افغانستان شکلی ده زینت هوا جارسم ده حریت هوا شکلی ده زینت هوا